سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر بازداشت همسر رامین راستاد، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. امروز به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، بیتا زرتشت همسر رامین راستاد، بازیگر سریال‌های تلویزیون، روز گذشته در جریان اعتراضات رخ داده در یکی از مناطق تهران بازداشت شده. اون عصر روز گذشته یعنی شنبه در منطقه 22 تهران به همراه 3 زن دیگه در حالی که مشغول آماده سازی سنگ و چوب برای حمله به ماموران انتظامی بود بازداشت شد. به همراه این افراد یک دستگاه پراید سفید رنگ بدون پلاک توقیف شده که بعد از بازرسی چند گونی حامل سنگ و چوب دستی در این خودرو کشف شده. ایشون دومین آدم معروفیه که توی اعتراضات شرکت کرده. اولیش آقای امیر جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون بود که به گفته توماج صالحی در اعتراضات به شکل حضوری شرکت کرده که به شکل فیزیکی در اعتراضات حضور پیدا کرده و مثل بقیه هنرمندها فقط به استوری و پست و هشتگ زدن قناعت نکرده. رامین راستاد متولد 2 خرداد 1351 در مشهد، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانیه. تا مقطع دیپلم تحصیل کرده و ترم سوم دانشگاه از رشته ادبیات انصراف داد و از 22 سالگی وارد تئاتر شد و حالا در تیم هنرمندان فوتبال هم بازی میکنه. رامین راستاد به عنوان فرزند اول خانواده به واسطه شغل نظامی پدرش در شهر مشهد به دنیا اومد و 3 روز بعد به خاطر ماموریت پدر به بندر عباس نقل مکان کردن. اون که 2 برادر کوچیکتر از خودش داره از 8 سالگی ساکن تهران شده و اصالت پدرش به شهر لوشان، منطقه نزدیک رودبار و منجیل برمیگرده. خودش در مورد ورودش به دنیای هنر گفته: همیشه به دنبال فرصتی بودم تا بتونم به رویای دیرینم یعنی بازیگری جامعه عمل بپوشونم. تا اینکه با انصراف از دانشگاه در کلاس‌های بازیگری مرحوم امین طارق شرکت کردم. به صورت حرفه‌ای سال 75 با نمایش کبودان و اسفندیار به کارگردانی کامبیز کاشفی در مجموعه نیاوران روی صحنه رفتم. چند ماه بعد با حضور در تست کار جدید رضا گنجی با فیلم حریف دل جلوی دوربین رفتم. آقای رامین راستاد سال 79 با سریال باران عشق وارد قاب تلویزیون شد تا اینکه سال 85 با فیلم زیر تیغ کنار پرویز پرستویی و فاطمه معتمداریا بسیار خوش درخشید. با این حال شهرت ایشون از سال 89 با سریال جراحت کنار ثریا قاسمی، مرحوم امین طارق و آتنه فقیه نصیری شروع شد. در مورد فوتبال بازی کردنش گفته: قبل از بازیگری به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای در تیم آتش نشانی تهران در پست دفاع آخر بازی می‌کردم که به خاطر عشق بازیگری دیگه فوتبال رو ادامه ندادم، ولی الان فوتبال رو به شدت پیگیری می‌کنم و طرفدار دو آتیشه تیم پرسپولیسم. فکر نمی‌کنم هیچ کس به اندازه من آقای علی دایی رو دوست داشته باشه. اون رو نه به عنوان فوتبالیست بلکه به عنوان یک الگو قبول دارم و از صمیم قلب بهش عشق می‌ورزم. آقای رامین راستاد سال هاست که با خانم بیتا زرتشت ازدواج کرده که ثمره این زندگی موفق یک دختر به نام صدف متولد 70 و یک پسر به نام عرشک متولد 82. خودش در مورد رابطهش با بچه هاش گفته: رابطه‌ام با دخترم خوبه، اما طبیعیه که با مادرش راحت تر باشه. 14 یا 15 سالش بود که یکی دو تا کار بازی کرد. خوب هم ظاهر شد، اما خودش دیگه نخواست که بازیگری رو ادامه بده. من در دانشگاه ادبیات خوندم. همیشه شعر و کتاب رو دوست داشتم. البته شعر رو بیشتر از نثر دوست داشتم و هنوز هم بیشترین مطالعات من در زمینه شعره. ایشون درباره رابطه نزدیکش با همسرش گفته: من بازیگرم و میدونم که مورد توجه هستم. برای همین کپی صفحه مجازیم رو روی گوشی همسرم نصب کردم. خیالم راحته که داشتن هوادار و طرفدار به رابطه‌ام با همسرم لطمه نمیزنه، چون علاوه بر من اون هم مراقب این حریم خصوصی خانوادگیمون هست.
از رابطه خودش با پدرش گفته من پدری مثال زدنی داشتم. در مورد رابطه خودش با پدرش گفته من پدری مثال زدنی داشتم. برای همین تعریفم از پدر فرق میکنه. مثلا در دبیرستان وقتی دوستم میگفت دیروز با پدرم حرفم شده تعجب میکردم. مگه میشه آدم با پدرش حرفش بشه یا با پدرش قهر کنه؟ من بعضی چیزا رو نمیفهمم. مثلا نمیفهمم کتک خوردن از پدر یعنی چی. در تمام طول عمرم فقط یک کشیده از پدرم خوردم که سر درسم بود. در واقع اون پدر خوبی بود، وگرنه من شرارت ها و شیطنت های خودم رو داشتم. همیشه از رابطه خودم با پدرم لذت بردم. رامین راستاد به واسطه علاقه همسرش به حیوانات خاص، حیوانات خیلی خاصی رو در خونه‌شون نگهداری میکنه، مثل انواع مار، انواع روتیل و ایگوانا. میگوید در راستای صیانت از حقوق حیوانات درخواست مجوز نگهداری از این حیوانات رو هم به سازمان مربوطه داده. فیلم‌های سینمایی که رامین راستاد در اونها ایفای نقش کرده: خداحافظ المپیک، برای مرجان، مشت آخر، آزاد به قید شرط، رسوایی دو، آزاد راه، ایستگاه آخر، ملاقات، زیگزاگ، برخورد خیلی نزدیک، نفوذی، تنها دو بار زندگی می‌کنیم، مجنون لیلی، دایره زنگی، میم مثل مادر، طلای سرخ، عشق شیشه‌ای، سیاوش، شهر زنان، حریف دل. کارهای تلویزیونی که ایشون توی اونها ایفای نقش کردن: نجلا دو، زیرخاکی سه، بچه مهندس چهار، افسانه هزار پایان، نفس، در قصه ها زندگی می کنند، معمای شاه، نفس گرم، فوق سری، پدر خوب، تبریز در مهر، دارا و ندار، جراحت، پیامک از دیار باقی، زیر تیغ، مروارید سرخ، مهر و ماه، داستان یک شهر و باران عشق. توی نمایش خانگی هم توی شبهای مافیا و عصر جمعه ایفای نقش کردن. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.